اینجا نمایشگاه آثار 16 دوره حراج تهران است. این دوره از حراج تهران روز جمعه در هتل پارسیان آزادی در جمع محدودی از مجموعه داران و خریداران آثار هنری برگزار خواهد شد. در این دوره 120 اثر از هنرمندان ارائه شده. هنرمندانی که گفته می شود تعداد مردان نسبت به زنان غالبیت دارد. در این دوره از حراج تهران برخلاف دوره قبلی که به نظر می رسد روند آرامتری را در حال طی کردن است، کف بالاترین قیمت 7 میلیارد تومان برای اثری از رضا درخشانی و منصور قندریز تخمین زده شده است. این در حالی است که گفته می شود فریده لاشایی که آثارش از مارکت قوی تری برخوردار است، گوی سبقت را به لحاظ گران قیمت ترین اثر حراج از دو هنرمند دیگر خواهد رو بود. 15 دوره حراج تهران با به فروش رفتن اثری به عنوان شاعر نشسته متعلق به پرویز تنابلی که به قیمت 14 میلیارد و 600 میلیون تومان فروخته شد سر و صدایی به پا کرد. در این دوره اما خبری از این میلیاردی ها نیست و به نظر می رسد که این حراج روند آرامتری را در پیش خواهد داشت. این دوره از حراج تهران به حراج هنر معاصر اختصاص داره. حراج تهران دو نوع حراج رو در طول سال برگزار میکنه، در اوایل تابستان حراج هنر معاصر و در اوایل زمستان حراج هنر مدرن، که شاید انشاءالله در آینده حراج آثار سنتی و کلاسیک هم به این اضافه بشه. هنر معاصر در همه جای دنیا از هنر مدرن تفکیک میشه. هنر معاصر به آثاری اطلاق میشه که در دوره 50 سال اخیر توی دنیا خیلی رواج پیدا کرده و در این نوع آثار ماهیتاً مفهوم اثر اهمیت بیشتری از کیفیت‌های فرمالیستی و زیبایی شناسی پیدا میکنه، در حالی که در آثار مدرنیستی فرم و زیبایی همیشه جایگاه اصلی رو در ارائه اثر هنری داره و مفهوم به حاشیه رونده میشه. در همه جای دنیا آثار هنر معاصر خیلی پایین‌تر از آثار اساتید مدرنیست به فروش میرسه. اول به خاطر اینکه کارهای مدرنیستا به تاریخ هنر پیوسته، در حالی که کارهای هنرمندان معاصر لزوماً ممکنه بخشی از تاریخ هنر در آینده نباشه. تعدادی از اونها اینچنین خواهد بود ولی بخشش نخواهد بود. و دوم اینکه بازار هنر مدرن سابقه بیشتری داره. در نظر بگیرید که رکورد گرانترین اثر هنر معاصر دنیا 110 میلیون دلار هست، ولی آثار اساتید مدرنیست بالغ بر 300 میلیون دلار به فروش رسیدن و این نشون میده که هنوز در مارکت جهانی آثار هنرمندان مدرنیست خیلی بالاتر از آثار هنرمندان معاصر هستش. در ایران هم هنرمندان معاصر هم به خاطر اینکه تاریخ چندانی ازشون نگذشته و هم به خاطر فرصت کمی که در بازارسازی براشون وجود داشته قیمت پایین‌تری دارن. به عنوان نمونه حراج هنر معاصر قبلی که میشد 14 حراج تهران با رکورد فروش 42 میلیارد تومان به پایان رسید، در حالی که حراج بعد از اون که به آثار هنرمندان مدرنیست اختصاص داشت و 2/3 اون تعداد آثار بود، یعنی 40 تا کمتر از اون اثر رو ارائه کرد، به رکورد 180 میلیارد تومان رسید، که این نشون دهنده فاصله زیاد قیمت آثار هنرمندان معاصر با اساتید مدرنیست هستش که اغلبشون هم در قید حیات نیستن و همه مجموعه دارا بسیار شایق هستن که آثاری از اونها داشته باشن. ما آرزو میکنیم که این حراج خیلی بالاتر از رکورد قبلی حراج هنر معاصر که 42 میلیارد تومان بود آثارشو به فروش برسونه با همون تعداد 120 و در این حال حراج بعدی که هنر مدرن هست هم به رکورد بالاتر از رقم قبلی حراج مدرنیست ها برسه.